لكتشر دوم بحث تشخيص فيزيكياس بيش هذيك بريم بلكتشر خد يعني موضوع مهم راكم يخم تا ما بعد ذكر بتم هو يسكي ما در لكتشر اول قفتم كي ما يك مأخذ داريم بنام ماكلويد فيزيكال دياغنوزيس ولی دیروز بنابرم جلسه که گرفته شد بین رئیس صاحب و جلسه عمومی بود اونجا توافق به صورت گرفت چون اوضاع قسمی است که زمینه برای چاپ کتاب مشکل است فعلا که زودتر و کتاب بر اساس ماشین قرار بگیرم مطبوعات تمامش بند است باز بالاخره ما توافق کردیم که همون کتابی که در پانتون تی بی کابل در تازه میشم که کتاب تشخیص فیزیکی دکتر صاحب حیات الله حیات است او تشخیص فیزیکی حیات الله حیات است امور ما شما در این سمستر بخیر می خوانیم کتاب در بازار پیدا می شود پیش اکثر محصلین هم باشد پس لکچر اولی را که ما شما گرفتیم او جزء درس ما هست در این کتاب شامل است صرف در یک فصل دیگه است خب او را اگر ما این کتاب هم می خوانیم ما باز هم لکچر اول ما هم امو درس می بود چون او مهمتر است باید او اول تدریس شود پس درس ما شما مؤخذش کتاب دکتر زب حیات الله حیات تشخیص فیزیکی کتاب هستی را شما پیدا میکنین هم در معالجه و هم در استوماتولوژی میایم سر درس خود شروع درس ما شما از سیستم تنفسی میشه ما شما تاریخچه یا هیستوری تیکینگ خواندیم در لکچر اولی خود از سیستم تنفسی ببینین ما شما دو گپ داریم در به صورت عمده تمام سیستم های خود یکی سمپتوم یا عرض داریم و دوم که ساین یا علامه داریم یکی سمپتوم است یا عرض است سمپتوم ایره عرض میگه دوم ساین یا علامه است سمپتوم چی را میگه؟ سمپتوم ایره میگه که مریض برای دکتر شکایت خود بگویه ساین ایره میگه که دکتر در مریض توسط معاینات فیزیکی یک چیز دریافت کنه پیدا کنه ایره ساین یا علامه میگه یعنی مثلا مریض میگه من تاو دارم سرفه دارم مثلا درد صدری دارم مثلا استفراغات دارم این کلش اعراض است ولی دکتر وقتی که مثلا استاتسکو میمونه آواز قلبی رو مشنوه یا آواز غیر نرمال مشنوه یا در صدر مریض آوازای شش مشنوه این علائم است کلش این دو چیز باید تفکیک کنیم و تا هر سیستم سیستم تنفسی اگر است قلبی اگر است سیستم عصبی است هر سیستم از خود هم اعراض به خصوص داره و هم علائم به خصوص داره این حال در سیستم تنفسی هم اعراض علائم جداگانه است مثلا اینی اعراض است مثلا کف سرفه سپوتوم تقشو یا بلغم است هیمپتیزیس آمدن خون در سرفه را میگه دسپنیا یا نفس تنگی است چستپین یا درد صدری است این اعراض سیستم تنفسی است دوم علائمش است علائم سیستم تنفسی مثلا ویزینگ ویزینگ باز ما شما هر کدام شما فصل میخوانیم آیا آوازش پلاک مانند است که استاتسکو میمونی و مشنوی تاو یا فیور است که ما شما ترمومتر هم میمونیم معلوم میکنیم چلس یا لرزه است که در مریض میبینیم سیانوز است کبودی جلد و غشای مخاطی که پاسی مفصل خوانده میشه کلبینگ تغییرات تناخون است اینا را ما شما فصل باز مطالعه میکنیم اول میایم سر کف یا سرفه ایره مطالعه میکنیم سرفه چی از چند رقم داره چرا با وجود میاد با کدام میکنیزم با وجود میاد سر از این بحث میکنیم کف یا سرفه اصلا تعریف چقدر میگه یک میکانیزم دفاعی بدن است میکانیزم دفاعی به این معنی یک شخصی که سرفه میکنه توسط سرفه اون افرازاتی که در وجود انسان است در قصبات است در شزن گپا است او افرازات سرفه توسط سرفه ما شما چی میکنیم بیرون میکنیم این حال او افرازات چی است؟ دو افرازات مثلا خود مخاط سیستم تنفسی است وقتی که میکروب گرد و خاک کلش داخل سیستم تنفسی میشه دو جا بند میشه در این مخاط که پا میچسبه وقتی که ما صرفه میکنیم او را پس دوباره ما شما بیرون میکنیم اینمی به این معنی که یک دفاع شد دیگه طبیعی است که میکروب داخل شده خاک داخل شده هر چیز داخل شده را پس توسط صرفه که بیرون کنیم یک سیستم دفاعی است پس صرفه یک میکانیزم دفاعی عضویت بدن انسان است که توسط عظیم ما شما افرازات چی میکنیم بیرون میکنیم سه بس سر صرفه میکنیم چی میکانیزم داره علتایش چیست و چند رقم داره خب اول میایم سر میکانیزم سرفه گپ میزنیم سرفه میشه که هم به شکل ارادی به وجود بیاد هم به شکل غیر ارادی ما شما میتونیم که به شکل ارادی هم سرفه کنیم ولی بعضی وقتا اگر مثلا یک گرد و خاک یا میکروب داخل مجرای تنفسی شد دفعتا مرا ناگهانی به شکل غیر ارادی هم چی میکنه سرفه میگیره میکانیزم چی است شما ببینید در سیستم تنفسی مثلا از بینی گرفته تا مثلا حنجره را تا قصبات در اینجا در غشای مخاطی از یک تعداد آخذه ها وجود داره یا رسپتورها اینی رسپتورها که است
توسط یک تعداد حالت ها تنبیه میشه. ای که کدام حالت هاست او رو پاسان میگم، او حالت ها یاخذه رو چی میکنه؟ تنبیه میکنه. ای که تنبیه شد یاخذه ها، ای یاخذه ها چی کار میکنه؟ توسط عصب پنجم که ترایجیمینال است، عصب نوم که گلوژ فرنجل است و مثلا سوپیریر لارنجر نرف، توسط اینی عصب ای تنبیه انتقال میشه به کجا؟ به دماغ. وقتی که تنبیه انتقال شد به دماغ، در دماغ ما شما یک شما در آناتومی خواندین یک ساحت به نام میدولا یاد میشه یا مرکز تنفس. این تنبیه را میگیرن بوجه به میدولا انتقال میده. در میدولا وقتی که تنبیه رسید، میدولا را خبر میده که گویا در مجرای تنفسی کدام چیزی است که تنبیه میکنه او را. چیزی است از میدولا یا از مرکز تنفسی پس دوباره یک تنبیه پس دوباره وارد میشه توسط عصب دیگه به نام ریکرنت لارنجل نرف. ریکرنت لارنجل نرف پس تنبیه را میاره به کجا؟ به مجرای تنفسی. به مجرای تنفسی که پس تنبیه رسید، دیگه چند کار صورت میگیره. اولی که دی افراد و اشخاص وقتی که تنبیه صورت گرفت، وقتی که تنبیه آمد چند کار صورت میگیره. اول ای که این شخص یک تنفس عمیق میکنه، درست؟ تنفس عمیق میکنه یعنی هوا داخل صدر میشه، فشار داخل صدر چی میشه؟ زیاد میشه. دوم گلوتس بسته میشه. گلوتس دیگه اونم دروازه‌وان مجرای تنفسی است که سر حنجره هم یک ساختمان شما دیدین در آناتومی، یک ساختمان برگ مانند است که به نام اپیگلوتس یاد میشه، او بسته میکنه گلوتس که بسته شد از طرف بالا بسته شد. این هوایی که داخل شده، این هوا فشار داخل صدر چی میکنه؟ بلند میبره. فشار داخل صدر وقتی که به یک اندازه معین بلند شد، بالاخره به یک سرعت زیاد می هوای قید شده بسیار با سرعت بلند بیرون میشه. پس که بیرون شد، گلوتس تیله میکنه، به یک سرعت بیرون میشه و همیشه چی صورت میگیره؟ سلفه صورت میگیره. و ادمی حالتی که به سرعت هوا بیرون میشه و سلفه صورت میگیره، این محتویاتی که در کل مجرای تنفسی رام کرد خود چی میسازه؟ بیرون میسازه. اینی میکانیزمش بود. این میکانیزم چی است؟ چند نقطه. اولی که گفتیم در مجرای تنفسی چی وجود داره؟ آخذه های رسپتورا. گپ اول، آخذه ها در کجا؟ در کل مجرای تنفسی، بینی، انجره، قصبات، دیجا. این آخذه ها چی میشه؟ تنبیه میشه. توسط چی تنبیه میشه؟ این نقطه، اینی گپ بعدی است که میخوانیم. وقتی که تنبیه شد، این تنبیه توسط اینی اعصاب انتقال میکنه به عصب واگوس به مرکز تنفس. از مرکز تنفس پس توسط ریکارنت لارنجر نرف دوباره تنبیه میشه. که تنبیه اومد چند کار صورت میگیره؟ اول تنفس عمیق میگیره مریض، فشار داخل صدر بلند میشه. دوم، سوم گلوتس بسته میشه. گلوتس که بسته شد، فشار دیگه هم زیاد میشه، بالاخره می هوای قید شده به یک سرعت بیرون میشه، سلفه سرعت میگیره، محتویات که خود چی میسازه؟ بیرون میسازه. حالا میایم بیشتر گفتیم آخذات تنبیه میشه، این حالا چی چیز آخذات را تنبیه میکنه؟ اول حالتهای التهابی. ده مجرای تنفسی اگر در هر قسمتش التهاب، طبیعی است که وجود دیگه یک التهاب، یک شما در پاتولوژی خوندین التهاب خودش یک حالت تنبیه است، یعنی میاخذها را چی میکنه؟ تنبیه میکنه. مثلا التهاب قصبات به نام چی یاد میشه؟ به نام تراخیایتیس. یک چیز در نظر داشته باشین که در آخر هر کلمه آی تی آی اس آمد، معنی چی میده؟ التهاب میده، آی تی آی اس. مثلا تراخیا را شزن تراخی میگه تراخیایتیس، یعنی التهاب چی؟ تراخیا، تراخیایتیس. مثلا لارنجایتیس، لارنجایتیس التهاب انجره. مثلا فارنجایتیس التهاب چی؟ بلعوم. یعنی در امی مجرای تنفسی در هر جایی که التهاب بود، او باعث چی میشه؟ باعث صرفه میشه. مثلا شما تراخیایتیس، درست؟ واضح من نشته است. نمونیا التهاب شوشه میگه. شوشه هم که التهابی شد، سینه و بغل یک مریض میبینه شما سلفه کده میره، چون اونجا التهاب از اون التهاب اونمو اخذار را تنبیه میکنه سلفه میره. برانشایتس التهاب قصبات. اینی علت اول تنبیه رسپتور است. علت دوم میکانیکل کازس. در اینجا ما شما خواندیم علت دوم میکانیکل کازس یا علت های میخانیکی. علت های میخانیکی به چی مانا؟ مثلا هر چیزی که فشار میخانیکی سر مجرای تنفسی بیاره، اونمو این میاخذار چی میکنه؟ تنبیه میکنه. فرض مثال در داخل قصبه چی است؟ فرض کنین این قصبه است. در داخل قصبه یک چیز، یک تومور است.
اینمی تومر چی میکنه؟ اینی آخذا یک مثلا این یک آخذا است، مثلا دیگه آخذا است به این شکل به میرقم. این تومر سر از این آخذا چی میاره؟ سر از این آخذا فشار میاره، فشار میخانیکی. یا مثلا بیرون از قصبات اینجا یک تومر است، این تومر سر از این آخذا از بیرون چی میاره؟ فشار میاره. فشار گمه دنه میشه که اینمی آخذا توسط اینمی تنبیه میخانیکی چی شوه؟ تنبیه شوه و باعث تولید چی شوه؟ صرفه شوه. یا فرض مثال در کتاب شما گفتم در آناتومی خواندین که مثلا از نظر آناتومی در داخل صدر قصبات است یا شزن است، مثلا به می رقم میری هم پهلوی از یا سیر داره، ابهر هم یا شریان ابهر هم در پهلوی از چی داره سیر داره. یک اصطلاح به نام اورتیک انیوریزم. اورتیک انیوریزم ایره میگه که این دیوال ابهر به این شکل انت یک برآمدگی پیدا کنه به این شکل. ایره انیوریزم چی میگه؟ ابهر میگه وقتی که تو برآمدگی پیدا کرد سر این تراخیا، این تراخیا است، سر تراخیا چی آمد؟ فشار آمد. این چی است؟ ازوفاگس یا میری است. مثلا ای برآمدگی رو به نام چیات میکنه؟ انیوریزم. اینی انیوریزم یک فشار میخانیکی آورد سر قصبات یا سر شزن و بالاخره باعث چی شد؟ باعث سرفه شد پیش از مریض. دیگه علتاش علت کیمیاوی یا کیمیکال است. کیمیکال که میگیم هر ماده کیمیایی که باعث تنبیه سرفه شد و باعث چی میشه؟ باعث سلفه میشه. مثلا شما سعی کنید از یک محیط پاک میبرید یک محیط مردار یا محیط آلوده، گرد و خاک است، دفعتا درست سرفه میگیره، درست؟ مواد کیمیایی هست در محیط گازات از عرق و گرد و خاک است، اونمو گرد و خاک داخل مجرای تنفسی میشه و باعث چی میشه؟ سلفه میشه. یعنی علت سیومه که باعث تنبیه آخذا میشه کیمیکال. چهارم ترمال یا حرارتی. حرارت تغییر درجه حرارت به شکل ناگهانی البته ای هم میتونه که باعث چی شوه؟ سلفه شوه. مثلا شما از خانه گرم در زمستان دفتن دوای سرد ببرین شما را سلفه میگیره، این یک تنبیه حرارتی است به خاطر به وجود آوردن سلفه. ای بود علت های اسباب سرفه. پیشتر گفت زدیم سر میکانیزم، آل دوم گفت زدیم سر اسباب، سوم میایم سر تایپس یا انواع سرفه گفت میزنیم. سرفه انواع مختلف داره. فرض مثال یک تعداد کسایی که مثلا التهاب بلعوم یا فرنجایتس داشته باشه، در التهاب بلعوم و در التهاب ساینسا ساینوزایتس میگیش، مریض دوامدار سرفه میکنه، تو وقفه در بین سرفه ها نیست. یا مثلا ما شما یک مرض دیگه داریم به نام سیاه‌سرفه، اگر یادتون باشه در مکاتب بعد وقتا ذکر میشه، یا او رو به نام پرتوس سیاد میکنه، دوامدار و مریض ها سرفه دارن متکررن. لارنجایتیس یا التهاب حنجره، در یک از سرفه چی میباشه؟ پینفول یا دردناک میباشه. این رو خوب یاد داشته باشید. علاوه از دیگه اگر پدگام قابل ذکر است تراخیایتیس یا التهاب شزن. تراخیاتیس یا التهاب شزن هم در اول پینفول یا دردناک است سرفش. خب بازی که یک روز درست سرشتیر میشه در اوج رطوبت با وجود می افرازات جمع میشه در بازی پینفول پینلس میشه، درد باز پس چی میشه؟ گم میشه. یک سرفه دیگه به نام بووین کف یاد میشه یا سرفه گاومانند. سرفه گاومانند چی معنا؟ امی سرفه که بسیار وصف خشن داره، آواز شکل شما بینه خشن است، ولی این بووین کف که هست اونمو وصف خشن چی میشه؟ از بین میره. علتش است که دیجا ریکارنت لارنجل نروی که ما شما در میکانیزم گفتیم، اینه ببینین اینی عصب ای فلج میشه در بووین کف، اینی عصب چی میشه؟ فلج میشه. وقتی که فلج شد مریضا سلفه میکنه، ولی سلفه از چی است؟ شکل بووین داره، وصف خشن خود از دست میده. دیگه مثلا مریضایی که استما دارن، استما رو با شما میخونن در سمستر بعدی، استما یک مرض آلرژیک یا حساسیتی است. دیگه کس مریضا سلفه می داشته باشن، سلفهشون دوامدار است و در پالوی سلفه که سلفه ویزنگ می داشته باشن و موازش پلاک مانند در سینه از یا بیرون میشه و معمولا سلفه از یا از طرف چی می باشه؟ شب می باشه. کسایی که مثلا برانکوجنیک کارسینوما دارن یا سرطان های قصبات داشته باشن یا هم به شکل دوامدار سلفه میکنه، معمولا سلفه از یا هم دردناک میباشه و معمولا در سلفه از مریضا خون بیرون میشه یا هیماپتیز می داشته باشن. کسایی که نمونیا سینا بغل داشته باشن سلفه از یا اول خشک میباشه، بعد از او افرازات کشن یک جای میشه. این حالت. یک مرض دیگه به نام توسعه قصبات یا برانشیکتازیس یاد میشه. برانشیکتازیس یا توسعه قصبات دی باز یک مرض یک مکمل یک مرض یک فصل است سر ازی باز باز خواهد داشتی نسیم ستر دیگه در یک از قصبات توسع میکنه تخریب میشه به شکل دائمی در اینی برانشکتاز است. سلفه از این مریضا چی رقم است؟ سلفه شان توام با تقشو میباشن و معمولا سلفه از این از طرف چی میباشن؟ مارنینگ یا صبح. یا یک مرض دیگه از کرونیک برانشایتس یا التهاب مزمن قصبات، معمولا مارنینگ کف میداشته باشن این مریضا. خب سلفه بیشتر ما تعریف کردیم که یک میکانیزم دفاعی بدن است، یعنی یک چیز خوب از دیگه طبیعی است که بیکن میکانیزم دفاعی شد. خود پالوی از این توان هم داره سلفه. توانای سلفه چی است؟ سلفه
سینکوپی پیدا میکنه. یک کسی بین دامدار سلفا میکنه 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 با دفتر شعور خود چی میکنه؟ از دست میده. ایره سینکوپ میگه. سینکوپ از دست دادن شعور ولی به شکل گذری برای چند ثانیه. یک تاوان سلفا. تاوان دومش حجاب عاجز رب چر میکنه. حجاب عاجز چی میکنه؟ پاره میشه یا رب چر میکنه. به خاطر از اینکه ما شما بیشتر خواندیم که وقتی که مریض در میکانیزم سلفا خواندیم که وقتی که سلفا صورت میگیره ما شما گفتیم که اول مریض یک تنفس عمیق میکنه، تنفس عمیق کرد که دبت طبیعی است که حجاب عاجز کدام طرف میره؟ طرف پایان میره. ولی نال اگر سلفا شدید دامدار باشه حجاب عاجز که سرعت به سرعت طرف پایان حرکت کنید باز چه پاره میشه دیگه، کوستا رب چر میکنه، پاره میشه، فرکچر کسر میکنه، از لا چی میکنه؟ کسر میکنه دیگه توانش دیگه. نوموتوراکس به وجود میاد در مسافه پلورایی. شما خواندین در آناتومی که پلورای جداری و عشوی در بین از او هوا جمع میشه و در نهایت بعضی وقتا میشه که مو آخذه های استفراغی رو در بلعوم تنبیه کنه و باعث چی شوه؟ استفراغات. این توانای سلفا بود. عرض دوم سیستم تنفسی چی است؟ تقشو یا اکسپکتوریشن است. موادی که در سلفا بیرون میشه ایره بنام چی یاد میکنه؟ بنام تقشو یاد میکنه. تقشو که میگیم در تقشو کدام کدام چیزا شامل است؟ خوب متوجه باشید. در تقشو چند چیز شامل است؟ خون یا بلد شامل میشه در تقشو؟ یک. مخاط یا میوکس شامل میشه؟ مایکروبیال پارتیکلز یا ذرات میکروب امکان داره شامل باشه در خود تقشو یا بلغم مریض؟ در زمین تخریبه یا مخروبه های میکروب امکان داره شامل باشه؟ پس یا چرک میباشه؟ معمولا امراضی که زیاد البته تقشو یا بلغم تولید میکنه سینه و بغل است. آبسه ریوی است. آبسه ریوی متوجه باشن خیلی بویناک تقشو داره. برانشکتاز است یا توسعه قصبات است. مریضای توبرکلوز است. مریضای اسما است. در مریضای اسما کسی تقشوشان خیلی چسبناک است، بسیار به مشکل بیرون میشه. کرونیک برانشایت است یا التهاب مزمن قصبات است. وقتی که یک مریض از تقشو شکایت کرد باز ما شما چند چیز در نظر میگیریم. رنگش رو ببینین، شکلش رو ببینین، بویش رو ببینین و غلظتش رو ببینین. اینی چند چیز باید ما در تقشو در نظر بگیریم. مثلا از نظر مقدار، مقدار چیز باید در نظر گرفته شود تقشو کم است یا زیاد. ما شما گفتیم برانشکتاز است. برانشکتاز یک مرضی است که قصبات چی میکنه؟ توسعه و تخریب میشه. دهی خیلی ها مقدار تقشو زیاد است. و ایره گفته اگر در یک ظرف جمع کنیم این تقشو یا سه طبقه را تشکیل میده. در پایان ظرف مشکل میره ترسیم کنم. بعد مثال یک ظرف است. در این ظرف اگر ما شما تقشوی یا بلغم مریضای برانشکتاز جمع کنیم سه طبقه را جور میکنه، طبقه پایانی، طبقه وسطی و طبقه بالایی. طبقه پایان پایان از این است طبقه چی میباشه؟ سدمنت یا جامد میباشه. طبقه وسطی از این فلوید یا چی میباشه؟ مایع میباشه. طبقه بالا از این کف میباشه، کف، کف لباسی و ریق، کف که میکنی یا فویم. یعنی قدر مقدار از این تقشو در این مریضای برانشکتاز چی میباشه؟ زیاد می باشه. گیری ما شما در نظر بگیری دیگه کرکتر یا نوع تقشو رو شما سعی کنید. به خاطر از اینکه ما این هر نکته رو که در تقشو در نظر می گیریم یک مرض در ذهن ما میه با شما که داخله رو پیش رفته برین و خوانده برین باز از داستان می فهمید که یک مریض اگر بگه که مثلا بلغم سبز است، بلغم سرخ است، بلغم زرد است، در ذهن شما یک داد مرض ها میه که در اینی مرض بلغم این تیگ رنگ داره. مثلا میه میوکوپرولنت سپورتون میوکوپرولین تقشوی میوکوپرولین رو میگه که بلغم رنگ زرد یا رنگ سبز داشته باشه و ای زیادتر در کسایی که کرونیک برانشایتیس یا التهاب مزمن قصبات داره یاد دیده میشه. نوع دوم تقشو پیورولنت یا چرکین است. در چرکین کس معمولا رنگ سبز می داشته باشه، بویناک می باشه و ای زیادتر در کی ده میشه؟ در پلمونری آبسه. میوکویت یا تقشوی مخاطی، تقشوی مخاطی معمولا رنگ سفید می داشته باشه، وایت کالر داره و ای زیادتر در کسایی ده میشه که یام کرونیک برانشایتیس داشته باشه یا در مریضای اسما. سیرس سپوتم، تقشوی شکل سیرس داشته، این کس معمولا شکل کف داره و از زیادتر کسایی که اوزایمای ریوی داشته باشه در این مریضایی ده میشه. بلاد استین سپوتم، متوجه باشین دو گپ داریم، یکی بلاد استین سپوتم یکی بلاد استریک سپوتم، دو فرق قضیه کنین. در بلاد استین سپوتم کس مکمل رنگ تقشو سرخ رنگ میشه و در بلاد استریک سپوتم کس اینی در خود تقشو به شکل خط تقشو خطای سرخ رنگ دیده میشه. این فرق شد کنین. دیگر راست سپوتم است. راست سپوتم کس امی رنگ تقشو کس مثل خشت پخته واری میشون دیگر رنگ به خود میگیره. این زیادتر در مریضای نمونیا دیده میشه. یک نوع نمونیا است به نام کلبزیلا نمونیا میشه. یک کلبزیلا یک باکتری است. در اینی مریضا کس باز شکل جیله به خود میگیره تقشو. این به نام کارن جیلی سپوتم یاد میکنه. این بود بحث تقشو.
بس دیگه ما شما که از همپتیز همپتیز آمدن خون در چی نمیگه در سرفر میگه و یک جمله را سیستم تنفسی است. نقطه مهم چی است؟ همپتیز باید ما با هماتومیز فرق کنیم. هماتومیز چی نمیگه؟ هماتومیز آمدن خون در استفراغ میگه و همپتیز آمدن خون در چی نمیگه؟ در سرفر میگه. فرق از یه باید کنیم. چند نقطه فرقی داره. هماپتیز کس مریضایش تاریخچه امراض تنفسی داره و هماتومیز تاریخچه مریضای چی داره؟ هضمی داره. یک هماپتیز که است در لابراتوار که چک کنی القلی است پیچ و هماتومیز چی است؟ اسیدی است. گپ دو گپ سیوم هماتومیز معمولا سرخ روشن می باشه و هماپتیز که است ببخشید هماتومیز سرخ تاریک می باشه و هماپتیز سرخ روشن رنگ است. در هماتومیز پارچای غذایی دیده میشه و در هماپتیز او چیز دیده نمیشه. یعنی چند نقطه است که ما شما بین هماتومیز و هماپتیز فرق کنیم. و یک تست است به نام گایاک تست یا فیکل اوکولت بلاد تست. این دی تست که از مواد غایطه خون مثبت می باشد از نظر مایکروسکوپیک. این تست که یا تست اف او بی تی در هماتومیز مثبت می باشد و در هماپتیز منفی می باشد. خب چی علت ها داره هماپتیز؟ امی خون که در صرفه میاد کدام مرض ها است که میاد؟ یکی مرض های التهابی است، انفلاماتوری. مثلا شما گفتیم نمونیا، در نمونیا میشه که مریض سلفش خون میاد. مثلا برانشایتس، مثلا تراخیاتیس. دوم نیوپلاستیک، امراض در کل سرطان های ریوی امکان داره که بسیار یک به شکل فراوان خون بیرون شده. تراوماتیک، یک از ضربه میبینه در سینه خود ربچر میکنه قصبات یا شریان ها میشه که خون بیه. هموراجیک، در خون مریض مشکل است، مثلا خون نمیتونه که علقه کنه. یا مثلا یک تعداد مریض ها دواهای آنتی کوآگولانت استعمال میکنه. شما خواندین مثلا وارفارین میگیره، هپارین میگیره. یه تو مریض اگه اومد که در سلفیم خون میای پرسان میگیره تاریخ چه کدام دوا را استعمال میکنی؟ اگه گفتید که وارفارین یا هپارین بفهم که نمیای علتش است. و دیگه واسکولار، مثلا آدم کفای قلبی، پالمونری هایپرتنشن یا فرط فشار ریوی، پالمونری امبولیک، این اونایی است که شما کمال میخوانید. گود پاستچر سندروم یک سندرومی است که همزمان هم در سرفه خون بیرون میشه و هم در ادرار مریض هماتوریا هماتومیز داره، هماپتیز و هماتوریا داره. این گود پاستچر سندروم میگه. یا ویجنر گرانولوماتوز دیزیز، این هم یک مرضی است که دایی هم ساینوزایتس، اعراض طرق تنفسی ولوی، اعراض طرق تنفسی سفلی دیده میشه، امراض کلیوی دیده میشه، در جلد رش یا لکه ها دیده میشه، یه امراض با سرش بس خواد کردیم. خب میایم سر انواع هماپتیز. یکی فرانک هماپتیز به شکل واضح میگه خون واضح دیده میشه. فرانکلی مثلا در مرض برانشکتاز است، در کسایی که احتشای ریوی داره، در کسایی که توبرکلوز داره، در این مریض ها دیده میشه. دیگه بلاد استریک و بلاد استین که ما شما خواندیم در بحث تقشو، در بلاد استین مکمل رنگ تقشو سرخ میشه، در بلاد استریک که به شکل خطایی دیده میشه، یاردیش معمولا در مریضای کانسر و در مریضای کرونیک برانشایتیس دیده میشه. راست اسپیتم که شکل خشته داره، خشته پخته ایده مریضای نمونیا دیده میشه. این علتش چیه؟ به خاطر ازی که دایج میگه آر بی سی تخریب میشه، آر بی سی تخریب شد، آر بی سی از اثر تخریب آر بی سی تقشو یک حالت به خود میگیره. این نقطه رو شما باید چی داشته باشیم؟ در نظر داشته باشیم. لکچر دوم و تا همینجا بس است. بعد لکچر دیگر بخیر، در ساعت دیگر ما شما سرش بحث خواهد کردیم.